بسم الله الرحمن الرحیم. این خیمه این حسن حسین را دوست دارم، مرسی خانی وزین را دوست دارم، سینه زنان نکتبین را دوست دارم، اشک بصیرت آفرین را دوست دارم. کرب و بلا رفتن فقط این گونه زیباست، این راه پیمایی نشان عزت ماست. هیهات من الزله مخصوص همین جاست، دمپاره های آتشین را دوست دارم. من از نجف تا کربلا هر دم بگویم، سینه سپر کرده سپس محکم بگویم، می آیم اصلا به همه عالم بگویم، نسل امیر المؤمنین را دوست دارم. دستان او رحمان و چشمانش رحیم است، و یطعمونه یعنی آقایم کریم است. این راه مصداق صراط مستقیم است، تفسیر آیات مبین را دوست دارم. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و تسلیت به مناسبت اینکه در آستانه ایام اربعین هستیم، اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، در چنین ایام و فرصت مغتنمی با برنامه مصباح الهدی به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یک بار دیگه در ابتدای این برنامه خدمت شما عرض می کنم که شما می توانید دلنوشته های خود را از سفر اربعین در سالهای گذشته یا عکس ها و فیلم هایی که تهیه کردید به عنوان یادگاری و خاطره بسیار خوش از این سفر معنوی برای برنامه ما ارسال کنید. منتها سعی کنید از طریق نرم افزار تلگرام با این شماره مطالب را بفرستید: مثبت 964 780 255 40 13. بینندگان عزیز و ارجمند، طبق قرار شنبه شبها در خدمت استاد گرامی و دانشمند فرزانه جناب استاد سید حسین همایون مصباح هستیم با موضوع توسعه از منظر فقهی و حقوقی. خواهش میکنم با این برنامه هم همراه باشید. عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد و تسلیت به مناسبت ایام اربعین. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم با این موضوع بسیار مهم و مبتلا به. خواهش میکنم تا اینکه گفتگو را آغاز میکنیم با بینندگان سلام علیک داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بنده هم خدمت شما و سایر عوامل و دوستانی که در شکل دهی و سامان دهی این گونه مجالس و محافل تلاش می‌ورزند و سهم دارند، و همچنین آنانی که در پای گیرنده های خودشان استقبالی نسبت به این گونه مباحث و نشست‌ها نشان می‌دهند، شنوندگان و بینندگان این مجلس و این محفل و این نشست، حاضرین و غایبین، عرض ادب و سلام دارم و از خداوند بزرگ رحمت و غفران همیشگیش را برای همگان و به طور مستمر می طلبم، و امیدواریم که گام ما و اقدام های ما در جهت قرار بگیرد که مورد رضایت خدای متعال و به حال خود ما و به حال جامعه انسانی و اسلامی مفید و راهگشا واقع بشود انشاءالله. قطعا استاد، چنین مباحثی که شما مطرح میکنید و مباحث جدیدی هست، به خصوص همین موضوع توسعه که یک بحث بسیار جدید و نوعی هست، مخاطبین و علاقمندان خاص خود را دارد از اقشار مختلف
دانشجویان، فرهنگیان، علما و طلاب و قطعا استفاده خواهند کرد بینندگان عزیز ما از این برنامه ها و صحبت های شنیدنی شما. در برنامه های گذشته صحبت از این شد که مفهوم توسعه رو بیان کردید و به این نتیجه رسیدیم که توسعه در وهله اول یک حق است، اما عده‌ای هستند که مخالف این نظر نظر دیگری دارند و توسعه را به عنوان یک حق مطرح نمی کنند و لذا دلایل اونها به عنوان سوالها و چالشهای مطرح شد که اینها را چند مورد مطرح کردید و جواب دادید. فکر می کنم مورد دیگری هم هست که در این برنامه باید به او بپردازیم به عنوان یک سوال و پرسش در مورد این که آیا توسعه حق هست یا نه. همونطوری که به خوبی یک پیشینه از بصره یا در واقع مسیر بصره ارائه کردید، در باب توسعه یکی از نقدها و یا پرسش ها و به گونه چالش هایی که در مجامع علمی و تخصصی طبیعتاً تو مجامع سیاسی هم مطرح است، شاید سرچشمه های این بحث به گونه بر بگرده به محافل و مجالس سیاسی، ولی در واقع از منظر هویت و ماهیت بحث اگر نگاه بکنیم، بحث علمی و آکادمیک است و بایسته پردازش و تحلیل و تبیین. یکی از پرسش ها این بود که حالا یا چالش ها توسعه حق نیست. دلایل برای این مدعا متعدد ذکر شده که ما در جلسات گذشته که خدمت بینندگان عزیز بودیم به پاره از اونها پرداختیم. یکی از چالش ها و پرسش های دیگر این است که در جهت سلب حق بودن، اینکه توسعه به عنوان حق نمیشه بهش نگاه کرد یا پرداخت، و اون این پرسش و چالش هست که برای اینکه یک ادعا، یک مطالبه و یک استحقاقی عنوان حق را بگیرد و بتوانیم بگیم حق است، باید مجموعه از اوصاف یا یک سری از اوصاف و ویژگی ها را با خود داشته باشه. یکی از این اوصاف این است که میگه اگر چیز حق هست، این یک ادعا و مطالبه حق هست، باید مهم و جدی باشه. و از آن روی که توسعه چیز مهم و جدی نیست، نمیتوان گفت حق. وصف دیگری که برای راه را برای حق دانستن و حق بودن و پذیرش توسعه به مسابه یک حق، یک حق را فعلا حق انسانی شه بگذاریم برای بعد باز میکنه، این است که خب باید موضوع این حق روشن و شفاف باشه، صاحبان حق به طور روشن معین و مشخص گردیده باشه، دارندگان تعهد و تکلیف نسبت به حق باید خیلی به طور واضح و عیان تعیین شده باشه و ما بتوانیم بگیم که صاحب این حق کیه. مثلا شما میگید این قلم، میگید مالکش منم، آقای الفه مالک این قلمه، میتوانید به طور محسوس و عینی و ملموس بهش اشاره بکنید و رابطه مالکیت را بین این دو مشخص بکنید، صاحب تعهد رو و صاحب حق رو در واقع میتونید مشخصا بیان بکنید. حق یعنی توس... اگر استاد مثلا کسی حق تحصیل برای دانش آموزان ما قائل هستیم، این دانش آموزان مشخص هست که چه کسانی هستن که این حق تحصیل و آموزش رو دارن، صنفی خاصی و وظیفه معلمین هم مشخص است، وظیفه فرهنگیان که در قبال این حق باید چه خدمات ارائه کنن. یعنی فرض کنید یک صنف دارید، یک گروه سنی خاص دارید که میگه بهش دانش آموز، بله، به یک گروه سنی خاصی دارید که اسمش میگید دانشجو، بله. پس بنابراین روشنه دانشجو که صاحبان حق آموزش و یادگیری هن. خب خود اینها در کناره که صاحب این حق است، در قبال این حق تعهدات و تکالیف نسبت به جامعه، نسبت به معلمین، نسبت به دانش و دانایی که فرا گرفتن دارن. بنابراین اینا این مسئله رو مطرح کردن که صاحبان حق و دارندگان تکلیف خیلی روشن نیست و در این که یک امر به عنوان حق شناخته بشه و پذیرفته بشه اینا لازمه. و بنابراین وصف دیگری هم که
زمیمه شده به این یا اضافه شده، گفته این است که خب شناسایی اجتماعیش خیلی ضعیفه. یک حق زمان، یک ادعا، یک مطالبه زمان حق است که از ضریب شناسایی اجتماعی بالای برخوردار باشه. اینها در واقع مجموعه اوصاف است که به گمان این پرسشگر و این چالش کننده فراروی دانستن و پذیرفتن توسعه به عنوان یک حق مطرح و حضور و نفوذ داره و بایستی از این دیوار یا از این مانع گذر کرد. من از آخرش شروع میکنم، یعنی اگر بخوایم این پرسش را جواب بگم، رگه های این جواب یا پاسخ را من در جلسات گذشتم به گونه ارائه کردن. اکنون میشه اینطوری گفت، خب از این پرسش اخیری شما وقتی میگی شناسایی اجتماعی، منظور از شناسایی اجتماعی چیه؟ شناسایی اجتماعی اگر این است که حق توسعه به مثابه یک حق در جامعه بین المللی دولت ها، جامعه بین المللی که متشکل از دولت هاست، شناسایی ضعیفه، یک بار منظور اینه. یک بار شناسایی توسعه به مثابه حق در بین ملت ها مطرح است. خب ما اگر از هر دو مسیر وارد بشویم و به این مقوله بنگریم، نتیجه خلاف اون چیزیست که ادعا می شده است. ببینید شما وقتی میگید دولت ها، ما بر حسب اسناد بین المللی و فراینده، یعنی شما وقتی جایگاه حقوقی حق بر توسعه یا حق توسعه در اسناد بین المللی، هر دو اصطلاح استفاده شده، حق توسعه و یا حق بر توسعه، هر دو یکی، عبارات و ناشتا و حسنکه واحد. بنابراین خدمت شما عرض شده که از سال 1977 وقتی ما میاییم این مقوله حق توسعه را در مجامع بین المللی، در مقررات و اسناد بین المللی دنبال میکنیم، قطنامه هایی را از طرف مجمع عمومی میبینیم مسئله حق بر توسعه مطرح میشه، تایید میشه. 1977، 1979 و همین شکل پیش میاد. در سال 1981 پیشنویسش بازم مطرح میشه، سال 1983 پیشنویس حق توسعه باز در مجامع ملی مطرح میشه. یعنی در تمام این فرایند، این سالها را اگر ما بخوایم به صورت ریز دنبال بکنیم، چیزی به نام حق توسعه کاملا مطرح است و مورد تایید هم هست. یعنی از حدود 40 سال پیش بله. مطرح شده در مجامع بین المللی. بله. مستقیما به عنوان حق توسعه یا در قالب سایر حقوق که در واقع پیشوند و پسوند و زمینه حق توسعه. ولی دقیقا حق توسعه از این سالها در مجامع بین المللی و در اسناد بین المللی شما این ریشه و پیشینه را می توانید ببینید. تا اینکه در سال 1986 در مجمع عمومی سازمان ملل که در واقع به مثابه یک نهاد قانونگذار در سطح نظام بین المللی هست، حق توسعه با همین عنوان، با همین مشخصات، با یک اکثریت مطلق آرا، اینطوری بگیم، یک مخالف داشت که کشور ایالات متحده آمریکا بود، رأی مخالف داد. عجب. 7 یا 8 کشور رأی ممتنع داد و 146 کشور با رأی موافق این را تایید کرد. خب شما وقتی میبینید که پیگیری این مسئله، یعنی چیزی تحت عنوان حق توسعه در مجامع بین المللی که از اون برهه تاریخی سال آغاز میشه، اینطوری پیگیری میشه، دیگه رها نمیشه و بالاخره در این مقطع به طور رسمی حق توسعه به عنوان حق، نه تنها به عنوان حق بشری در این اعلامیه حق بر توسعه، به عنوان یکی از حقوق بشری بنیادین تفکیک ناپذیر جهانی ذاتی بشری شناخته میشه. عجب. با این و پس از اون و پس از اون تا زمان نا که ما حالا هستیم، وقتی میایم این فرایند یا این جریان را مطالعه میکنیم، میبینیم که به شدت پیگیری میشه، نهادسازی میشه، اجلاس های گوناگون در این باب برگزار میشه، کنفرانس های متعددی هست، اعلامیه ها، ببینید اعلامیه، توصیه هایی که در نظام بین المللی یا در مجامع از طرف مجمع عمومی توصیه ها و مصوبات بیرون داده میشه، باهاش مواجه هستیم. بعضی ها اسمش میگن قطعنامه، بله، بعضی ها میگه اعلامیه.
تتنا این مصوبات توصیه های مجمع دو تا حالت داره. اگر از ارزش بسیار بالای برخوردار نباشه، اهمیتش خیلی زیاد نباشه، اسمش میشه قطنامه. از لحاظ تخصصی وقتی که از ارزش بالای برخوردار باشه، یعنی اون مفاد و محتوا یک سری ارزش ها، هنجار ها، مفاهیمی رو در بر داره که برای جامعه بشری و برای زیست بشر و برای ادامه حیات بشری در مقیاس بین المللی و ملی و محلی بسیار حیاتی و راهگشاست، اسمش میگن اعلامیه. شما میگید اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعتبار اعلامیه جهانی حقوق بشر شما الان لازم، من واردی بحث نمیشم میرم تخصص، شما چیز تحت عنوان دارید معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها. میگه خب باید یک معاهده باشه. معاهده جنبه این است که اون مسائلی که درش مطرح میشه تبدیل به یک قانون میکنه، حقوق میشه، به اصطلاح تعهدات و تکالیف حقوقی ایجاد میکنه. بنابراین در منابع حقوق بین الملل میگه این ظاهرا باید معاهدات اعتبار و تاثیرگذاری بیشتر در قانونی شدن رفتارها داره. درست. اما برخ وقتا این اعلامیه، حالا این بحث‌های تخصصی که من حالا اگر در این مجلس یا در این گونه سلسله مباحث زمینش پیش اومد و فرصتش پیش اومد بیان خواهم کرد، ولی متمرکز میشم روی بحث اصلی. بنابراین اعلامیه ها به اون مصوبات یا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل اطلاق میشه که از اهمیت بسیار بالایی داره و جزء اسناد بالادستی. بله. شما اعلامیه حق بر توسعه از این گونه، یعنی میگن اعلامیه حق بر توسعه، یعنی بعد از اینکه بسیار از کشورها قریب به اتفاق با بله موافقت بله. کردند، این تبدیل شده به یک اعلامیه که از درجه اعتبار بالای برخوردار. بله از درجه. مثلا در اینجا یک سوال مطرح میشه که خب وقتی تمام کشورهای دنیا با یک مسئله موافقت میکنند، اونم در مجمع جهانی سازمان ملل، و یک تعدادی هم حالا اونایی که رأی سفید دادن ممتنع که به جای خود، چرا یک کشور مثل آمریکا باید با این مسئله مخالفت کنه؟ یک مقدار سوال برانگیز و چالش برانگیز است. خب ببینید الان من خودش آیا ببخشید دلایل مطرح کرده است که بله بله همین ببینید من پاره از این مسائل در جلسات گذشته است که این پرسش ها و چالش هایی که داریم یک پشت سر هم دیگر ارائه میکنیم و بعد تحلیل میکنیم و بعد پاسخ به فراخور این جلسه و این نشست ارائه میکنیم، دقیقاً سرچشمهش از اونجاست. این مخالفت‌های در واقع دارای پایه‌های علمی هم هست. بله. امور سیاسی هم دخالت داره، در این تردیدی وجود نداره. بنابراین یعنی یک پشتوانه داره این پرسش‌ها و این چالش‌ها. بنابراین بحث من اینه که ما شو وقتی میگیم شناسایی اجتماعی، اگر منظورمون شناسایی از سوی دولت‌ها در نظام بین الملل، خب این از یک حجم بسیار بالا و با یک نیت، ببین دولت‌ها وقتی در مجالس یا در صدور قطعنامه‌ها یا شکل گیری اعلامیه‌ها و همینجور معاهدات و کنوانسیون شرکت میکنه، یک بار قصد جدی است که شرکتشون برای خودشون تعهدات و تکالیف ایجاد بکنه، یک بار نه. ولی خب شما فرایند تصویب حق توسعه را تحت عنوان اعلامی حق توسعه تا زمانی که این در سال 1986 تصویب میشه و بعد اقدامات که در راستای عینی سازی حق بر توسعه هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملیاتی انجام میگیره، شما میبینید که چندین کنفرانسه، کنفرانس ها پشت سر هم هست، اجلاس هاست، اجلاس های متعدده، اجلاس سران در باب توسعه اجتماعی برگزار میشه، در باب توسعه اقتصادی برگزار میشه، تا از سال 1995 در سال 2002 اجلاس سران در راستای توسعه پایدار هست. بله. شما اعلامیه های وین رو میبینید، اعلامیه قاهره رو میبینید، خدمت شما عرض شده که باز اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1993 به بعد در وین شکل میگیره، نه اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان یک سند مادر و پایه است در سال 1948 تصویب شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر وین. درست. و همین شکل اعلامیه هزاره هست و برنامه های کارگروه ها شکل میگیره، برنامه های عمل سازمان ملل هست و همچنان در فضا و در قلمرو اندیشه های حقوقی که از طرف حقوقدانان برجسته در سطح بین المللی مطرح میشه، حجم بسیار وسیعی از محتوا و مفاد تولید میشه در قالب اسناد و مقررات و در مقابل در کاله و یا سیمای اندیشه های حقوقی که همه و همه ناظر بر چیه؟ اهمیت این موضوع توسعه با عنوان حق، نه صرف توسعه، یعنی نگاهشان، زبانشان، ادبیاتشان طوره به کار میره که دقیقا حق بر توسعه یا حق توسعه رو روش تأکید میکنه و برای عملیاتی شدن این
راهکار میدن و راهکار تلاش راه میکنن. نهادهای مختلف، مثلا شما صندوق بین الپول، بانک جهانی، خود سازمان ملل، همه و همه نهاد سازی میکنن در این بخش. کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون عالی حقوق بشر در واقع تلاش های دقیق میکنه در راستای همین مقوله. و ملت ها میبینید برنامه های پشت دارن. خب اگر شما منظورتون شناسایی اجتماعی، شناسایی از سوی دولت ها در نظام بین المللی است، خب یک دیگه از اسناد و مقررات و تجربیات اونقدر فربه و پرحجمه که نمیشه انکار کرد. درست. اما اگر شناسایی دولت هاست، ملت هاست، شما وقتی میایید نگاه میکنید، هم برید به صورت تجربی و به صورت میدانی تحقیق انجام گرفته و بخواید انجام بدید، و هم به صورت اسناد و مدارک در این زمینه، از دو سوم ملت ها، یا شاید من عرض بکنم 98-99% از ملت ها حق توسعه را کاملا به عنوان یک ضرورت و یک نیاز مطالبه دارن، دنبالش هستن. چه کشورهای پیشرفته، چه کشورهای عقب مانده. کشورهایی که هنوز توسعه پیدا نکرده، که خب به جد این به عنوان یک ضرورت دنبال میکنه. اصلا گفتن خواستگاه این بله. ادعا به عنوان یک حق مطالبه از سوی از این ملت های مظلوم ستم دیده است، و بعد به عنوان یک ضروریه، ضرورت، چون بعضی چیزها به عنوان ضرورت زندگیه، در این کشورها به عنوان یک ضرورته. شما مثلا این ساختمان رو ببینید، میبینید که خود اسکلت بندی، مساله و امثال این برای شکل گیری یک ساختمان جزء امور ضروری است. مسئله سیستم تهویه و برق و امثال روشنایی و اینا میشه به عنوان مثال از میگن که روشن بشه، به عنوان مثال اینا میشه چیز جز نیازهای یک ساختمان. اما این تزئینات در واقع به مجموعه این تزئینات و موقعیت و امثال اینها میشه گفت که جز تحسینات، یعنی اون چیزی که این را خوشایند میسازه، این ساختمان را خوشایند میسازه. من میگم در واقع شما وقتی از منظر ملت ها نگاه میکنید، دو سوم ملت های کنونی جهان توسعه را به عنوان یک ضرورت دنبال میکنن. بخش دیگرش، حتی شما کشورهایی که مراحل خاص از توسعه را پیش بردن، اگرچه من به عنوان یعنی یک مقدار مثلا مساهمه هم میکنم، اونام به عنوان یک ضرورت امیر اکنون هم دنبال میکنه سویه ها و لایه هایشه، و به عنوان یک نیاز به جد دنبال میکنه. پس شما اگر بگید منظور شناسایی اجتماعی شناسایی دولت هاست که خیلی روشنه، شناسایی اجتماعی هم اگر لحاظ بکنید کاملا پیداست که شناسایی اجتماعی به معنای شناسایی ملت هم خیلی روشنه، پس از یک حجم بالای شناسایی داره، این ایراد خیلی وارد نیست. گفتن که خب شما صاحبان حق روشن نیست، صاحبان تعهد تکلیف روشن نیست، شما این اسناد که عرض کردم، این کسانی که البته اینجا یک مقدار ساز و کارهای نرم افزاری فراهم نیست و الا خب متن وجود داره، من میگوردم به صورت ریز خدمت شنوندگان عرض میکردم، بر اساس اسناد معتبر بین المللی که در این خصوص وجود داره، صاحبان حق توسعه خیلی روشنه. درست. صاحبان حق توسعه اسناد را وقتی مطالعه کنید، ما با سه تا واژه به عنوان صاحب حق، موضوع این حق و دارندگان تعهد و تکلیف نسبت به این حق مواجه میشه. درست. یک، مردم، همه مردمان، نوع بشر، دولت و انسان. درست. شما در اعلامیه جهانی حق بر توسعه وقتی موضوع توسعه رو میگی انسان، این هست. استاد شما مطلب رو در همینجا نگه دارید، به میان برنامه رسیدیم، اگه سرعتی داشته باشید و بینندگان عزیز هم با دیدن یک میان برنامه برگردند و بخش دیگری از برنامه مصباح الهدا را مشاهده کنند، با این تعابیر که خوشا به حال اون زائرانی که در مسیر عشق، در مسیر نجف تا کربلا، در مثل چنین روزهایی در حال پیاده روی و قدم زدن هستند، سرهایشان پایین است و این جمله را با خود تکرار می کنند: یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. و تصور این که در لحظه اول رسیدن به اون کربلای دلها و دیدن گنبد و بارگاه با شکوه ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام، چه حالی به اونها دست می دهد. و خوشا به حال همه عاشقان، محبین و شیفتگان این مسیر عشق در سراسر عالم که دلهایشان با این کاروان پیاده نجف تا کربلا هست. میان برنامه رو ببینید، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم.
رسید انتظار آخر ای سرورم، مهیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نیست در کربلا، بود روی دامان زهرا سرم، و سوی حرم ایا سرورم. از این در خدمتی دوستان باشیم تا ببینیم از کجا آمدن، کجا میرن و قصد نیتشان چی هسته. یک نفر شما رئیس کاروان کیه؟ خب آقای سجادی خودش معرفی بکنه اول، ببینه از کجا آمدن و چیکار میکنن و قصدشون چی است. برای سلام علیکم برای تمام بینندگان عزیز، ما از ولایت خندر آمدیم. سید جلیل هاشمی. بله، 102 نفر از کاروان ما از ولایت خندر آمدیم. 102 نفر. بله. اسم کاروان ما جواد الایم است. کاروان جواد الائمه علیه السلام از ولایت قندهار. بله بله، ولایت قندهار. چه رقم آمدین؟ مسیر آمدنتون چه رقم بود؟ اول آمدین مشهد، آمدین هوایی، آمدین زمینی؟ نه، از قندهار حرکت کردیم سمت هرات. زمینی آمدیم، از هرات هم مشهد مقدس. دو شب مشهد بودیم، باقیش آمدیم جانسون عظیم کربلا هم دیگه. چرا دارین این زمان انتخاب کردن برای زیارت؟ اون سفر عشق، سفر عشق اربعین حسینی باید همین زمان بود. دفعه چندم است؟ دفعه می هفتم ما یک میاد. دفعه چندم است؟ اینم بعضی هاشون دو دفعه شده، سه دفعه شده، بعضی هاشون بار اولش هم سفر عشق میرن. چون سفر عشق سفر اربعین. چی دیدی از حال و هوا و بالاخره خدمت شما شد؟ احساساتی حیاتی که آوردی بین را تا اینجا، چی دیدی از این چیزایی هست که ما باید اشاره کنیم؟ بله، اینا دوست دارن کربلا برن، همیشه که اسم کربلا رو میبردیم بین را همیشه گیره میکردن. بعضی هستن عشق داشتن که برن کربلا، هستن اصلا صبح پیش از نماز میگفتن ما میخیم بدون وایزه رد شیم. میگفتم نرین، بالاخره عشق دارن، همیشه عاشق حسینن، شیعه نمیشن، باید عاشق باشن، عاشق همی قسمت که میرن. قاری صاحب شما؟ قاری حکمت الله یکی از مدعای کاروان جواد الائمه است. مدعا هستیم؟ بله. ماشاءالله، احسن. شما حالا ما بهشون کار داریم. شما کی هستیم؟ بله، پیش بیا. ما جلیل احمد هستم، از ولایت قندهار آمدیم به زیارت سید الشهدا. آمدیم که زیارت کنیم. بخیر زنده باشه. ما محبوب شای علوی هستم، از ولایت محبوب شای علوی از قندهارم، بر زیارت کربلا میریم بار اول مایا. بله بله. احساس میکنی چی؟ دیگه با اصلا احساس میکنم که خواب میبینیم یا بیدارم، اصلا یک چیزه. بله. نه تصور دیده بودی جایی دیگه؟ عکسایش دیده بودی؟ نه دیگه، هنوز نرفتیم اون طرف پایی. نه عکسایش دیده بودی؟ با تلویزیون. بله بله، عکسایش دیده بودیم. بله. ما شعیب احمد هستم، از قندهار آمدیم. لحظه اول کسه؟ آره. چی که ما چه حس و حالی داری؟ چی؟ یک بسیار هوای عشقی نه، تمام هر کدام چیز داره که بره هر بلا بره. ماشاءالله. خیلی خوب. خوشحال. خب قاری صاحب، اگر دوست داشته باشین یک چند بیتی، چند شعری بخونید، با هم لهجه قندهاری خودتون بخونید. آها، با هم لهجه قندهاری خودتون بخونید. درسته. وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا. نا قافل سالار بلا که مرا می بری، قافل سالار بلا که مرا می بری، از سر نشی پدرم و کجا می بری، از سر نشی پدرم و کجا می بری. چی کنم با دلم، چی کنم با دلم، مانده اینجا دلم، مانده اینجا دلم، مانده اینجا دلم. وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، سینه سوزان مرا تو نمک میزنی، سینه سوزان مرا
تو نمک میزنی همه مظلوم مرا، تو کتک میزنی همه مظلوم مرا، تو کتک میزنی همه امرا مزن، همه امرا مزن، همه امرا مزن، او بود جان من، او بود جان من، وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، جسم شریفی شهدا به زمین ماندن، جسم شریفی شهدا به زمین ماندن، بر بدن بی سرشان از پاران دلن، بر بدن بی سرشان از پاران دلن، آن بدن آی پاک، آن بدن آی پاک، آن بدن آی پاک، شده غلطان بخاک، شده غلطان بخاک، وا حسینا، وا حسینا. فرمانده اشاق دلاگاه حسین است، بیراه مرو ساده ترین راه حسین است، از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیک ترین راه به الله حسین است. بسیار خوشحالم که در خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه مصباح الهدا هستم، کاری که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما میگردد. ایام 40 سرور سالار شهیدان را بار دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت شما. گفتگو میکردیم با جناب استاد مصباح پیرامون موضوع توسعه از منظر فقهی و حقوقی، و جناب استاد رسیدیم به این پرسش و چالش که گفتن توسعه یک حق نیست به سه دلیل که بیان شد، و دلیل دومش این بود که باید صاحبان حق مشخص باشد که اینها چه کسانی هستند، طرف مقابل اونها که تکلیف دارد نسبت به این حق باید مشخص باشد، و ظاهرا در مورد توسعه اینها مبهم است و مشخص نیست. بله. جواب این سوال و پرسش چی است؟ بله، گفته شد که یعنی برای این که یک ادعا و مطالبه و استحقاق به عنوان حق شناخته بشه باید داره یه اوصاف باشه. بله. یکی از این اوصاف این بود که شناسایی اجتماعی داشته باشه، یعنی سطح شناسایی اجتماعیش خیلی بالا باشه که تبیین و تحلیل کرد. بله. و دیگر این بود که در جریانش بودیم، این بود که صاحبان حق کیها هستن، دارندگان تعهد و تکلیف باید معین و روشن بشه. ببینید، اولا این نقد یا این پرسش با این ذهنیت و مبنای فکری انجام گرفته که یک نوع فردگرایی به عنوان مبنای فکری، یعنی با این نگاه فردگرایانه به تمام پدیده های انسانی و اجتماعی نگریسته میشه. و فرد جزئی عینی بیرونی ره به عنوان دارنده تمامی حقوق و تعهدات می نگرند و مشروعیت این حقوق و تعهدات را برمیگردانند به این مبنا و این فرد. من همونطوری که در گذشته هم عرض کردم، سه نسل از حقوق بشر داریم، نسل اول و دوم و نسل سوم که از اون به حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر یاد میکنه، که یکی از مصادیق روشن حق نسل سوم حقوق بشر چی؟ حق توسعه است. ویژگی این نسل با قبلی ها چی بود؟ اونا در واقع بیشتر ویژگی فردی داشت، موضوع و متعلق صاحب حق و دارندگان تعهد و تکلیف بیشتر از به صورت فردی نگاه می شد و نگرسته می شد. حق توسعه آمد گفت ما نیاز به یک ساختارهای ملی و بین المللی داریم، نیازمند به یک، همونطوری که شما در عرصه های مختلف نگاه و روی کردتان فرق کرده، پدیده ها رو با عنوان یک، شما تو در فیزیک دیگه پدیده ها رو با عنوان اتم ها و ذرات که در ارتباط با هم نیستن نمی نگرن. بله. امروز در خود فیزیک و فیزیک پیشرفته وقتی به پدیده ها و امور طبیعی و فیزیکی می نگرن، اشیا رو با عنوان یا حتی یک ذره کوچک را به عنوان شبکه از روابط و ارتباطات می‌بینن، و با این نگاه
به تبیین اتم و ریز اتم ها هسته و در سطح و مقیاس کلان پیداهای کلان هستیره با این نگاه می نگرن، نه مثل نگاه سابق یا نگاهی که در مقطع و در بازه از زمان در علم فیزیک و حتی در علم طبیعی مطرح بود که به صورت پدیده‌های مجزا و بریده از هم نگاه می نگرستن. امروز این نگاه نگاه علمی نیست، این تحول و تکامل رو در علم هم می نگره. یعنی استاد اون الکترون هایی که دور پروتون و هسته می چرخند منحصر به یک سلول نیستن، بلکه بین مختلف ها اینا در حال چرخش و گردش هستن و یک چیزهای به اسم حتی الکترون آزاد داریم ما که در اجسام اینا در حال چرخش هستن. شما حتی چیزی رو تحت عنوان الکترون یک بار با عنوان نگاهتون این است که اون یک شیء بریده از همه چیز، با این نگاه میرید سراغش، تحلیلش مولکول خاص مثلا تبیینش میکنید، یک بار خود همین الکترون را، نیوترون را، پوزیترون را و ریز الکترون ها را که حالا به صورت اشیای اتمی دیده نمیشه به عنوان امواج دارن می نگرن. بس این است که شما یک بار فرض کنید این قلم را، یک انگشتر را به عنوان یک شیء نگاه میکنید، یک بار به عنوان شبکه از مجموعه از تعاملات و ارتباطات، این خیلی متفاوت. شما در ریزترین واحد سازنده عالم، حالا هر چی باشه، از پروتون و نیوترون هم پایین تر برید، خب اونا رو وقتی امروز به عنوان شبکه‌ای از روابط و تعاملات نگاه بکنید خیلی نگاهتان متفاوت میشه که با این که شما اونا رو به عنوان یک سری اشیاء و افراد تک تک نگاه بکنید. درست. تو نسل سوم، من تو نسل اول و دوم بشر این نوع نگاه بود، نه اینکه ماهیتشان اینطوری بوده، دیدگاه خاص از این دیدگاه بود. نسل سوم حقوق بشر آمد گفت وقتی به ماهیت اینها نگاه میکنید، به هویت آدمیان نگاه میکنید، به همبستگی جوامع و ملت ها نگاه میکنید، باید این نگاه رو عوض کرد. این حقوق شبکه از امور و تعاملات و ارتباطات نشان میده. پس هویت فردی خاص به اون معنا که شما بر اون مبنا میخواهید تحلیل بکنید نداره. بنابراین موضوع حق بر توسعه یا حق توسعه فرد جزئی عینی نیست، انسانه، انسانی که در حال تعامل و ارتباط با انسانهای دیگر هست. این انسان شما به این شکل میتونید بنگری داره، انسان رو وقتی ماهیتش رو میخواید تحلیل بکنید، شبکه از روابط و تعاملات متعدد هستی شناختی، معرفت شناختی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره میبینید. درست. ولی یک چیز تو این هسته مشترک، اون انسانیت انسان. پس موضوع حق بر توسعه بر اساس این اعلامیه چیه؟ انسان. این اعلامیه حق بر توسعه با صراحت موضوع حق بر توسعه انسان برمی شمارد و معرفی می کند. صاحبان حق همین انسان می داند که این انسان در استمرار حیات خودش و در عینیت زندگی خودش به صورت فرد، گروه، اصناف، جامعه، دولت در میاد. پس اینا همه صاحبان حق. دولت حق دارد، یعنی ما میتونیم حق بر توسعه رو میتوانیم اسناد بدیم به دولت. بله. به آنان که شخصیت های حقوقی دارن، سازمان ها، نهاد های ملی، محلی و بین المللی. و اینا در قبال همونطوری که صاحبان حق هستند، صاحبان تعهد و تکلیف هم هستند. یعنی خود انسان ها هم صاحب حق هستند و هم تعهد و تکلیف. آره. برای برآورده کردن این حق دارن. همینطور وقتی شما میگید که دولت ها صاحب حقه و همینطور چیان تعهد و تکلیف در قبال این حق دارن، سازمان ها و نهادهای بزرگ و کوچک ملی و بین المللی، جامعه بین الملل، اینا همه و همه موضوع حق. وقتی شما میگیم اسناد و اندیشه های حقوقی که در این زمینه مطرح است به عنوان منابع حقوق بین الملل نگاه میشه، بنگرید میبینید با سه تا واژه بر میخورید به عنوان صاحب، یعنی اگر میخواید ببینید صاحب این حق کیه، دارنده تکلیف و تعهد کیاین، موضوعش چیه، شما این ایراد میگیرید مشخص است. کاملا تو این در میان اندیشه های حقوقدانان، در میان به اسلام اسناد و مقررات معتبر بین المللی، وقتی میخواید دنبال بکنید با انسان، نوع بشر، مردم، همه آدمیان و دولت ها
افراد و گروه ها برمی‌خورد. یعنی همه وقت سخن از حق توسعه میبرند و میگویند، صاحبان حق را همین بدنه ها و موارد که ذکر شد میدانند و همین ها را هم صاحب تکلیف و تعهد میدانند. مهمترین سندش که گفتم سند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حق بر توسعه است، انسان را به عنوان موضوع حق بر توسعه و صاحب این حق و صاحب این تعهد و تکلیف میدانه که مصادیقش را و لایه های باز شدهش را در قالب فرد، گروه، سازمان و جامعه بین المللی معرفی میکنه و همه را صاحب حق و دارنده تکلیف میدانه. منشور حقوق و تکالیف دولت ها دولت و مردم را و افراد را صاحب حق و صاحب مسئولیت و دارنده تعهد و تکلیف میدانه. سازمان بین المللی کار وقت سخن از حق توسعه میاند، مسئله دولت ها را و مردم را صاحبان حق و دارندگان تکلیف برمیشون. اعلامیه هزاره در حقیقت همین طوری است. اجلاس های متعدده که در این زمینه شکل گرفته، اعلامیه حقوق بشر وین، اعلامیه وین، اعلامیه قاهره و امثال اینها و همچنین اعلامیه جهانی مسئولیت انسان که در سال 1997، اونا هم وقتی که سخن از صاحبان حق توسعه و دارندگان تکلیف و تعهد میبرن، انگوششان و یا تعبیرشان فرد جزئی عینی خارجی نیست. درست. دولت است، گروه هاست و انسان. پس ما میبینیم خیلی روشنه. شما مشخص هست برخلاف نظر این آره. کسی که سوال و چالش را ایجاد کرده، صاحب حق هم مشخص است. بله. صاحب تکلیف و تعهد هم مشخص است و موضوع این بله. حق هم کاملا مشخص است. چون خود ماهیت حق یک ماهیت شبکه‌ای داره که تمامی این حقوق در دل خودشان داره و تفاوت نسل سوم با نسل اول در ناقضین حق، یعنی اونجا ناقض فرد، ضمانت اجرای کیفری و مدنیش متوجه فرد، صاحب حق هم فرد، ولی در نسل سوم این نگار متفاوت می‌سازند. درست. به همین جهت، یعنی اینجا ناقض میتواند شخصیت حقیقی و حقوقی باشه، ضمانت اجرایی کیفری و مدنی و اداری را هم که به دنبالش برای واکنش در مقابل این در نظر گرفتن، متوجه کیه؟ هم دولت هاست، هم جامعه بین الملل است، هم افراد هست. یعنی همه انسان ها است و ساختارهایی هم که برای این میطلبه ساختارهای متفاوت با ساختار نسل اول و دومه. پس بنابراین این اشکال و این چالش ما وقتی از منظر علمی وارد میشیم و از منظر اسناد و مقررات هم بهش نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از استحکام و استواری برخوردار نیست. موضوع مشخص و روشنه، صاحبان حق و دارندگان تعهد و تکلیف هم مشخص و روشن شده. بخش ابتدایی هم داشت این سوال که فرمودید خیلی مهم نیست، خیلی ضروری نیست، که این هم به لابلای صحبت‌های شما کاملا پاسخ داده شد که اهمیت و ضرورتش کاملا مشخص است. بله. البته گفتم بارام عرض میکنم که حق بر توسعه و نسل سوم و حقوق بشر چون جدید هست در آغاز راست، قهرن نیازمند به تحلیل، تبیین، اندیشیدن پیرامونون و برون آمدن یک سری اندیشه ها و طرح ها و نظریه های که بتواند این پدیده را که در آغاز راست و در مسیر تکامل از هر قدر پیش میریم تکامل تر، فر بهتر و لایه های گوناگونش خود را نشان میده و نیازمند به ساختارهای اجتماعی و بین المللی نوین هست، اینها نیازمند ارزیابی و بازندشی هست و باید بهش بپردازیم که به صورت دقیق‌تر تبیین و تحلیل بشه. بسیار عالی. استاد قبل از اینکه سوال یا چالش دیگر رو مطرح کنید، من می‌خوام این نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که اگر علاقمند هستین به این مباحث، که مطمئنم آمار بالایی از بینندگان ما که همواره دلهای ما گرم است به همراهی شما، علاقمند هستن به این مباحث، میتونید هر سوالی اگر دارید، به خصوص جناب استاد اشاره کردن که مفهوم توسعه به عنوان حق یا از جمله حقوق بشری، نسل سوم حقوق بشری، یک مفهوم جدیدی هست که نیازمند طبقه بندی، نیازمند تحقیق بیشتر، نیازمند ارائه طرح‌های قوی‌تر هست. اگر سوالی در این زمینه دارید، هر گونه مطلب و نظری دارید، می توانید با برنامه خود در میان بگذارید از طریق پل ارتباطی و شماره مثبت 964 780 255 4013
که همکاران بنده به طور مدام این شماره را زیرنویس میکنن. حتما مطالب خود را با ما در میان بگذارید و ما سوالات شما را میتوانیم از استاد محترم بپرسیم و در برنامه زنده برای شما پاسخ بدهیم. و اما استاد، سوال و چالش بعدی با توجه به فرصت 7-8 دقیقه که تا پایان برنامه داریم. حالا ناگزیر چالش مطرح بکنیم تا جایی که وقت به ما اجازه میده. پیش میریم، تحلیل میکنیم و بقیه را اگر عمر بود در هفته آینده انشاءالله پی خواهیم گرفت. یکی از پرسش‌های به نظر مهم و که دارای یک نوع میتونم اینطوری تعبیر بکنم استخواندار اینه که آمدن گفتن که حق توسعه یا پذیرش توسعه به عنوان حق نقض حاکمیت دولت‌ها را به دنبال داره عجب. و یا موجب محدودسازی حاکمیت دولت هاست و اگر پذیرش یک حق نقض حاکمیت را به دنبال داشته باشه، طبعا وقت ما میخواییم از منظر حقوق بین الملل مینگریم، از منظر فرهنگ های مختلف بهش نگاه بکنیم و هر دولت را ببینیم، هیچ دولت ملتی حتی حقوق بین الملل اجازه نمیده مسئله نقض حاکمیت تقریبا جز اصول پذیرفته شده و جز قواعد آمره بین المللی هم هست و کاملا یک امر طبیعی و یک مطالبه وجدانی و به صورت فطری هم میتونیم گفت که دولت ها دنبال این است که ثبات دولت حاکمیت خودش نقض نشه و محدود نشه. یکی از پرسش میگه شما اگر حق توسعه رو با این چهره که از حق توسعه ترسیم کردید یک حق جمعی است با این ویژگی، طبیعتا چون جمعی بین المللی، طبیعتا این موجب این میشه که نقض حاکمیت دولت ها را در پی داشته باشه و محدود سازیش حداقل به دنبال داشته باشه. استاد، این ارتباط میشه یکم واضح و روشن کنید که چطور حق توسعه باعث نقض حاکمیت میشود؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید وقتی ما میگیم حق بر توسعه موجب محدود سازی و یا نقض حاکمیت دولت ها میشه، هر حق به موازات خودش اگر با عنوان حق پذیرفته بشه، عرض کردیم، تعهدات و تکلیفات قانونی و حقوقی ایجاد می‌کنه. یک بار شما در قبال یک پدیده تعهد دارید، تعهد اخلاقیه. وقتی تعهد اخلاقی بود، تعهد حقوقی و قانونی در پی نداشت، اون وقت دستت بازتره، میتونی به راحتی تخلف بکنی، تعهدت عمل نکنی. و کسانی یا دولت‌های ملت‌های حق ندارن که به طور قانونی و رسمی پیگیری بکنن، مطالبه کنن. حالا این تعهد بعض وقتا مسئولیت‌های کیفری ایجاد میکنه، بعض وقتا مسئولیت‌های مدنی اجرایی ایجاد میکنه، در قالب جبران خسارت است، اعاده به حالت اولی است، یا حتی یک سری مجازات‌هایی است که حالا نسبت به افراد به گونه و نسبت به شخصیت های حقوقی به گونه اعمال خواهد شد. وقتی میگید حق بر توسعه به عنوان حق، خب تعهدات حقوقی و قانونی رو در پای در مقیاس ملی و بین المللی ایجاد میکنه. یعنی استاد، تعهدات اخلاقی الزام آور نیست، اما تعهدات حقوقی تعهدات داره. تعهدات حقوقی و قانونی جنبه قانونی میگیره، طبیعتا ضمانت اجرا برایش در نظر گرفته میشه و این توسعه از جمله حقوق تعهدات حقوقی به حساب میآید. بس ما اینه فعلا. البته این بس هم انجام بدم، این به معنای بی ارزش بودن وجهه اخلاقیش نیست، چنان که اصلا از مبانی مسئله حق توسعه میشه اخلاق در نظر گرفت. حالا این خودش یک بحث است که دوگانه سازی بین اخلاق و حقوق از چه زمان شروع شد، چه پیامدهایی داره. ببینید ما دو دست اخلاق داریم، یک سری اخلاق خادم، یک سری اخلاق مخدومه. ما در حقوق هم یک سری حقوق پایه و بنیادین داریم که قلمرو و جنسیت و موقعیت و منطقه و زبان و نژاد نمیشناسه. یک سری حقوق داریم که مخصوص یک ملت. اخلاق هم اینطوری است، یک سری ارزش‌های اخلاقی داریم که کاملا فرا جنسیت، جغرافیا، موقعیت، منطقه و محل اختصاص به همه آدمیان و همه بشریت داره. اما در باب حقوق، حالا در باب این که اخلاق را چرا جدا کردن از حقوقی که مسئله درونی بودنشه، دو مسئله ضمانت اجراش بود که نسبی بودنش مطرح کردن. گفتن اخلاق باید از حقوق متفاوت است و این تفاوت به نفع حقوق هم است، به نفع اخلاق هم هست، چون اخلاق جنبه درونی داره، یک حالت نسبی داره، اختصاص به یک گروه یک فرهنگ داره، ولی اون چیزی که جنبه حق و حقوق و قانون داره همه را شامل میشه، حتی در درون یک قلمرو.
این تفاوت‌ها را ذکر کردن که جایش الها فکر کنم اینجا فعلا نیست. روی هم رفته من به صورت کلی عرض میکنم، اگر از این زاویه هم نگاه بکنیم، شما در باب اخلاق هم یک سری ارزش‌های اخلاقی فرامنطقه‌ای جنسیتی و موقعیت و منزلت و اینا دارید، حقوق هم یک سری حقوق پایه و بنیادی دارید که در واقع فراتر از اراده قانونگذاره، فراتر از یک فرهنگ است، فراتر از موقعیت و منزلت و جنسیت و زبان و نژاده. مثل ارزش های یک سری ارزش های هم دارید که نه، میشه گفت ارزش های مخصوص به یک منطقه، به یک حالت، به یک موقعیت و وضعیت. قوانینی که یک امور، یک سری ادعا و مطالبه را به عنوان یک حق میشناسن، ممکن است یک سری حقوق مخصوص به یک جغرافیا باشه. اینا میشه از این منظر نگاه کرد. پس بنابراین وقتی میگن حق بر توسعه نقض حاکمیت است، خب طبیعتاً وقتی شما توسعه رو میگید یک حق جمعی است، به این شکل جزء نسل سوم است، تعهدات هم که ایجاد میکنه برای دولت ها در نظام بین المللی نسبت به دولت ها و نسبت به ملت ها، تعهدات و تکالیف و مسئولیت های قانونی و حقوقی ایجاد میکنه و نقض و عدم پابندی به این تعهدات طبیعتاً ضمانت اجرای یا کیفری در بدترین حالت یا در اون در نهایت کار، یا ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انتظامی به وجود میاد. هر کدام از این بالاخره سبب میشه که برای حاکمیت یک دولت، رو مثلا شما میگید دولت فلانی، فلان دولت، یک دولت میای ادعا میکنه، چند دولت ادعا میکنه که فلان دولت یک سری رفتار با من انجام داده، منابع مرا محدود ساخته، مثلا نیروی انسانی رو نمیمونم تبادله بکنیم، یا ده ها تا از اقداماتی که دقیقاً نقض حق بر توسعه اون ملت شروع دانش. مثلا شما امروز فرض بکنید که دانشمندان یک کشور را بیان یک دولت به اصطلاح از بین ببرن، منابع طبیعی و ثروت‌های طبیعی را از طریق بمباران یا از هر طریق دیگر نابود بکنن. بله. خب این نقض آشکار حاکمیت، توسعه، نقض آشکار مصادیق حق بر توسعه است. خب حالا این ملت و این کشور حق داره که بایستی به چیکار بکنه؟ اگر حق توسعه به عنوان حق شناخته شده باشد و بشود، خب از لحاظ حقوقی و بین المللی عرض میکنم قانونی، از لحاظ قانونی شکایت حق مطالبه داره، میتونه شکایت بکنه، میتونه پیگیری بکنه، مطالبه ضمانت اجرای حقوقی و کیفری باید داشته باشه، ترسیم شده باشه، تعیین شده باشه که در چارچوب اون دولت ناقض را وادار بسازه که پاسخگو باشه و جبران خسارت بکنه یا اصلا مجازات بشه و یا ده ها مسئله دید. خب اون میگه خب این کار اگر صورت بگیره این نقض حاکمیت. یا مثلا کشورهای فقیره نیاز به غذا داره، دارو داره، امکانات حیاتی داره، حالا کشورها رو مجبور بسازن که تمامی کشورها مثلا 2% از درآمد ناخالص ملی خودش یا 5% از درآمد ناخالص یا کمتر تعیین بشه در قانون که تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیاید 2% یا 1% از درآمد ناخالص ملی خود برای تأمین غذا، دارو، مسکن برای کشورهای فقیر اختصاص بدن. خب الان این اختصاص داده شده در نظام بین المللی، منتها نه به عنوان یک حق. میگه اگر به عنوان حق بشه خب ما ناگزیر میشیم، یک تعهد حقوقی و قانونی ایجاد میشه، باید مطالبه به این حالت نداشته باشه. برخلاف حاکمیت خیلی از حکام استعمارگر، این حق بر توسعه اگر به عنوان یک حق حقوقی بشناسیم، ممکنه مشکلاتی رو برای اینها ایجاد کنه. بله دیگه، چون شما گفتید درست. که مسئله چگونه حرف حاکمیت. ممنون، متشکرم استاد. چون فرصت واقعا تمام هست، ما مجبوریم به همین اندازه اکتفا کنیم و انشالله وعده ما و شما با بینندگان عزیز هفته آینده و ادامه مباحث که در خدمت شما باشه. ممنون، متشکرم از شما جناب استاد و تشکر از همه شما بینندگانی که تا این لحظه با برنامه همراهی کردید. یکی از کسانی که جامانده است، به قول معروف جامانده ها فقط حال جامانده ها از سفر کربلا را می دانند، شاید بگوییم به خاطر گناهی که ما داریم و در پیشگاه خداوند گناهکار هستیم، از این سفر معنوی جا مانده ایم. در سخن زیبا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرماید اگر انسان می خواهد جایگاه خود را در پیشگاه خداوند متعال بداند، باید ببیند که هنگام گناه تا چه اندازه برای خداوند ارزش قائل است. به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد
دیده تو را می جوید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزم.